توانمندی های خود ما را بالا ببریم و مطمئن باشین که سرشار از استعداد و توانمندی هستین. اگر بیایم خود ما را تقویت کنیم و با استعدادی که داریم توانمندی های خود ما را بالا ببریم، او وقت شاید دیگران نسبت به ما حسادت کنند. پس حسادت به طور کل کار خوب نیست و جد گناهان کبیره محسوب میشه و پیامدهای بسیار بسیار بدی در زندگی فردی و اجتماعی ما داره. ادامه صحبت ها رو میگیریم و میبینیم که خانم عالمی عزیز چه صحبت های دیگه برای ما دارن. بفرمایید. همطوری که حالا قبل از میان برنامه گفتیم، ما بحث در کنار حسد بحث غبطه رو داریم. حالا این غبطه خیلی تفاوت دارن معنیش با حسد. شاید ما خیلی در این حالات ممکن است قرار گرفته باشیم، ولی خب ممکن است با خودمون فکر کنیم که خب ما یک شخص حسود هستیم. غبطه او حالتی است که گفتیم حسادت، یعنی یک شخص نعمت های بقیه رو وقتی میبینه، وقتی داشته های دیگران رو میبره، او توانه های دیگران رو میبینه، در دل خودش یک حس ناراحتی داره و این حالت کمترین حالت حسادت بود. ولی غبطه طور نیست. غبطه یعنی شخصی وقتی داشته ها و حالت نعمت ها و موفقیت های دیگران رو وقتی میبینه، نه تنها در دل خودش او حالت انزجار و ناراحتی رو نداره، بلکه حتی ممکن است از موفقیت های دیگران احساس خوشایند و رضایت هم داشته باشه. ولی در دلش میگه که کاش هم من هم اینطور می بودم. و این حالت غبطه معمولا بیشتر در مسائل عبادی و معنوی بیشتر به انسان دست میده. ممکن است ما یک نفر رو ببینیم که یک حالت نماز خیلی با شکوه داره، چرا در دل اون بگیم که خوشا به سعادت این شخص که اینطور با طمأنینه و با خلوص داره نماز میخونه. یا حتی سجده های یک نفر رو وقتی میبینیم ممکن است بر او حسرت ببریم که خوشا به سعادتی، کاش که ما همینطور بودیم. یعنی در غبطه او حالتی که بخوایم که خودمان ناراحت بشیم از داشته های طرف مقابل دیگران، او حالت وجود نداره. حتی او حالت رضایت هم داره. ممکن است در دل ممکن است حتی از دیدن نعمت های دیگران ما حتی ممکن است بیشتر خوشحال بشیم که هیچ، حتی ممکن است احساس رغبت پیدا کنیم برای رسیدن به او. دقیقاً یعنی او رو نعمت ها او را الگوی خودمون رو ببینیم و ببینیم ممکن است او برای ما یک نوع محرک باشه، یعنی حس ما رو تحریک کنه برای رسیدن به او داشته ها، او نعمت ها و او موفقیت ها. و این حالت بسیار حالت خوشایند و توصیه شده هست از سوی ائمه که همیشه غبطه بخورین، چرا که غبطه ممکن است یک عامل پیشرفت و محرک در زندگی ما باشه. درست. و انشالله که 100% میتونه باعث موفقیت ها در زندگی ما شود و پیشرفت ها در زندگی شود. بسیار عالی است. خب اینا چقدر جالب است که مثلا ادامه داره هنوز صحبت. و من میخوام زیان‌های حسد رو بگم. دقیقا ما همین سوالم بود. حسد چه ضررهایی داره؟ این ما خب او شخصی که حسد میورزه او ممکن است از چه لحاظ آسیب ببینه؟ یکی از این مهمترین آسیب حسد و حسادت آسیب‌های معنوی هستش که به فرد ممکنه برسه. این به روح و روان شخص ممکن است بسیار صدمه وارد کنه. از اعصاب و روان او شخص حسود گرفته تا مسائل دینی و اعتقادی او ممکن است به او آسیب برسونه. قطعا اون شخصی که حسد می‌ورزه که خودش همیشه در رنج و عذاب هست دیگه، توان دیدن نعمت‌های دیگران رو نداره و این باعث میشه که یک شخص همیشه خب در ناراحتی و افسردگی به سر ببره و همونطور که شما فرمودین او رو دچار یأس و ناامیدی کنه از رسیدن به اهداف زندگیش. و البته افراد حسود ممکن است جز افرادی باشن که خب در زندگیشان برنامه و هدف خاصی نداشته باشن. بله. ولی حتی اگر همین افراد خب در زندگیشان هدف و برنامه هم داشته باشن، اگر حسادت دچار حسادت بشن و در دام حسادت که یک دام شیطانی هست به تعبیر قرآن کریم، بله. یکی از دامهای شیطان همین دام حسادت هست،
اگر در این گرفتار دام شیطان بشن، اونها دیگه به اهدافشون ممکن است نرسن، یعنی خیلی ممکن است در زندگیشون دچار شکست و سرخوردگی بشن، چرا که موفقیت های دیگران رو وقتی میبینن، وقتی نعمت های دیگران رو میبینن، اینها به خودشون میگن خب او تونست ولی من که نمیتونم، این توانایی خودش را نادیده می